سلام، امیدوارم که خوب باشین. من البته خوب نیستم، برای اینکه خب وقتی که اجازه نمیدن که آدم توی مملکت خودش آواز بخونه زیاد حالش خوب نخواهد بود. من خودمو نمیگم البته، من که همه میدونن دوست و دشمن که من آواز نمیتونم بخونم، یعنی اگه تو ایران اجازه هم بدن، حتی اگه شکنجه هم بدن، میتونم فقط داد بزنم، جیغ بکشم، آواز نه، تواضع و فروتنی هم نیست، اصلا من خودم رو نمیگم، من استاد شجریان رو میگم که البته بابت این قضیه حال شما ممکنه که گرفته باشه، برای اینکه انقدر نذاشتن استاد آواز بخونه که بالاخره صداش در اومد و به زبون آورد. من اجازه ندارم که گفت در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم، من در مملکت خودم و برای مردم خودم نمیتونم آواز بخونم. و حالا جمهوری اسلامی واقعا نمیدونم برنامه آینده چیه، مثلا مصباح یزدی قرار فردا آواز هم بخونه یا یکی از این قاری ها و مده هایی رو که میرن مده آقای خامنه‌ای رو میگن رو میخوام بیارن اینجا. نه فکر نمی کنم که هیچ راهی داشته باشن که جای هنرمند بزرگی مثل شجریان رو پر بکنن و شجریان چوب صداقتش رو میخوره و مردم خواهیش رو و ملت گراییش رو، که گفت که من صدای این خس و خاشاک هستم. وقتی که آقای احمدی نژاد گفت اینا عده خس و خاشاک هستند، ای مرد خوش آواز و خوش آوازه و خوش خوان، خنیاگر خطاط سخن سنج سخندان، خواهی که بخوانی برو فوری به تورنتو، شو منصرف از دادن کنسرت در ایران، هرچند که خواننده استاد زمانی، اینجا وطن توست نباید که بخوانی. ای مرد خوش آواز و خوش آوازه و خوش خوان، خنیاگر خطاط سخن سنج سخندان، خواهی که بخوانی برو فوری به تورنتو، شو منصرف از دادن کنسرت در ایران، هرچند که خواننده استاد زمانی، اینجا وطن توست نباید که بخوانی. ای ملت افتاده به اعماق مکافات، ای خرمن تو دست خوش لشکر آفات، ای خسته ز بدکاری اسلام فروشان، ای رنج از این مذهب و این جهل و خرافات، ای گوش تو از آیه پر و دست تو خالی، اینجا وطن توست مبادا که بنالی. ای گوش تو از آیه پر و دست تو خالی، اینجا وطن توست مبادا که بنالی. ای اهل قلم عضو نویسنده کانون، عاقل شو و بیهوده نکن صحبت قانون، در حسرت آزادی اندیشه و گفتار، اینجور مزن بر دل خود شامپو و صابون، گسترده شده شیوه سانسور پلیسی، اینجا وطن توست نباید بنویسی. از رقص حذر کن چه به مجلس چه به خانه، زیرا به جهنم بشوی زود روانه، زانو به بغل گیر و به یک گوشه بکن کز، هشدار نرقصی نه به ساز و نه ترانه، هرچند بود در کمرت تازه و حاضر، اینجا وطن توست نباید بدهی غیر.
غافل مشو از موهبت ناله و زاری، گریه بکن از تعزیه مرشد و غاری، غصه بخور افسرده بشو فکر عزا کن، تا جن و شیاطین بشود از تو فراری، باید در شادی برخ خیش ببندی، اینجا وطن توست نباید که بخندی. رو مشتری روزه آخوند حسن باش، دائم پی بیچارگی و رنج و مهن باش، در خانه مکن گوش به موزیک سیاووش، برخیز و برو سینه زنی کن غم زن باش، گهگاه بزن بر سر خود تیشه و چکش، اینجا وطن توست مبادا بشوی خوش. ای آن که وکالت کنی از هرچه موکل، گفتیم به مقتول بده رتبه قاتل، گفتی که کنی پیروی از عدل و عدالت، اکنون تویی و محبس و پروانه باطل، امید که این مرتبه دوزاریت افتاد، اینجا وطن توست نگو عدل و نگو داد. ای گشنه اگر کسب کنی لقمه نان را، پس شکر بکن حضرت روزی برسان را، یک لحظه نکن شکوه ز دزدان خزانه، تعقیب نکن طایفه مختلسان را، هر قدر که بردند ریالی و دلاری، اینجا وطن توست نباید بشماری. ای طنز نویسی که به زندان اوینی، تا توبه نکردی به همین بند قرینی، شمشیر قلم در کف و دائم به تقابل، با قافله راه زن مذهب و دینی، ریش علما شد هدف طعنت امروز، ریش علما شد هدف طعنت امروز، اینجا وطن توست مبادا بدهی. هرچند که خواننده استاد زمانی، اینجا وطن توست نباید که بخوانی، ای گوش تو از آیه پرو دست تو خالی، اینجا وطن توست نباید که بنالی، گسترده شده شیوه سانسور پلیسی، اینجا وطن توست نباید بنویسی، هرچند بود در کمرت تازه و حاضر، اینجا وطن توست نباید بدهی غیر، باید در شادی به رخ خیش ببندی، اینجا وطن توست نباید که بخندی، گهگاه بزن بر سر خود تیشه و چک، گهگاه بزن بر سر خود تیشه و چکش، اینجا وطن توست مبادا بشوی خوش، امید که این مرتبه دوزاریت افتاد، اینجا وطن توست نگو عدل و نگو داد، هر قدر که بردند ریالی و دلاری، اینجا وطن توست نباید بشماری، ریش علما شد هدف طعنت امروز، اینجا وطن توست نباید بده. حالا سفر میکنیم به تابستان 28 سال پیش، به هر حال هر جور میشه 1987. این روزنامه انگلیسی دیلی میل هستش، سه شنبه 21 ژوئیه 87، و اینجا تصویری هست که میگوید اولین عکس از بمب آیت الله، قربانی بمب آیت الله در دیدارهای نوروزی امسال در لندن، اون آقای امیر حسین امیر پرویز رو دیدم، مرد خوشنام ستاد دولت
آخر شاه و سرپرست دفتر نهضت مقاومت ملی ایران در لندن که با آقای دکتر بختیار کار میکردند، آقای امیر پرویز، و حالا دیدم که در آستانه 90 سالگی شاید بودند در نوروز امسال و حالشون هم خوب بود و این مرد عزیز رو که نقش سازنده‌ای در کشاورزی کشور ما به ویژه در زمانهای اصلاحات ارضی می‌داشته است رو در اتومبیلش در لندن بمب گذاشتن، به دلیل اینکه ایشون با آقای دکتر بختیار کار می‌کردند، همراهی داشتن برای نهضت مقاومت ملی بختیار، و بختیار که خونش مباه بود و چون گفته بود که شما میری زیر دیکتاتوری نعلین ای مردم، و چون میشناخت آخونده رو و این فکلی مکلی های دوروورش و همه شون به خونش تشنه بودند، و حالا هدف نزدیکتر این بود که در اتومبیل آقای امیر حسین امیر پرویز بمب بگذارن در لندن، که خوشبختانه آقای امیر پرویز جان سالم به در برد. پس از آن بود که به چند تن از ماها، از جمله من و دکتر نوریزاده و زندیات ستار لقایی و زندیات منوچهر محجوبی، پلیس گفتش که مواظب باشین تو اتومبیلاتون بمب نگذارن، که من به پلیس گفتم که من نمیتونم، من یه بارم که رفتم زیر اتومبیلم نگاه کردم اصلا بمبم بذارن، تا حالا اون زیر رو ندیده بودم، یه جسم حجیمی بود که خیالم کرده بودم بمب، نگو با که اتومبیل بود، و گفتم من یه همچین وضعی دارم، شمایید که باید مواظب باشین. گفتم خلاص ما بهتون گفتیم، حالا خودتون میدونین. من یه اتومبیل فولکس کوچیک از این فولکس قورباغه‌ای ها داشتم، شنیدم که اینا رو هیتلر هم خیلی دوست داشت، یعنی هیتلر گفتن اصلا دستور ساختش داده، اینجا آقای هیتلر هم داره اولین نمونه مدل این فولکس واگن رو میبینه که اسمش فولکس واگن های بیتل یا قورباغه‌ای بود، البته قورباغه‌ای تو ایران میگفتیم، ولی بیتل اصلا به انگلیس یعنی سوسک، همین سوسکایی که بعضی هاشون هم خیلی شبیه همین اتومبیل های فولکس واگن هستند و کم مصرف هم هستند به نظرم، که روی اینا ساختن، که گفتن که هیتلر خواسته که بعد از جنگ اتومبیل باشه که همه مردم بتونن سوار شن، فولکس یا وولکس یعنی مردم، واگن هم یعنی ماشین و اینا، خلاصه یعنی پیکانشون بوده، اتومبیل مردمشون بوده که همه بتونن مصرف کنن و استفاده کنن. حالا بعد از سالها منم تو لندن صاحب یه دونه از اینا شده بودم، که بعد وحشت این که بمب داشته باشه هم با من بود، و من برای این که مواظب باشم که بمب نداشته باشه باید همه جاشو میگشتم، این کتاب آیه های ایرانی شعر، کتاب شعر منه که سال 1372 در اومده و هنوز دیگه بعد از چند سال، الان هزار سال، هنوز کتاب به جدید در نیاوردم. اینجا میگه دلم آزرده جانم خسته شد، عزم سفر کردم، دلم آزرده جانم خسته شد، عزم سفر کردم، ولی قبل از سفر از جان خود رفع خطر کردم. بعد از اینکه آقای دکتر اسماعیلی نوری علا در برنامه آقای میبودی در رادیوی
همراه در لس آنجلس این شعر رو خوند و راجب این شعر تفسیری کرد، چون هر هفته ایشون شعری از شاعری میخوند که حالا ما هم جزو شاعر و تفسیر میکرد. اون چی که او گفت راجب این سروده من رو باز یه جور دیگه‌ای به این شعر خودم علاقمند کرد. نوری علاگو هادی تو این شعر اون ماشینه که او راغش میکنه خودشه و اون بلایی که سر ماشینش داره میاره سر خودش داره میاد یا داره میاره. حالا یه بار نوار اون رو حالا براتون گیر میارم. دم آزرده جانم خسته شد از مسافر کردم، ولی قبل از سفر از جان خود رفع خطر کردم. از این وحشت که شاید بمب در ماشین نهان باشد، برای جستنش ماشین خود زیر و زبر کردم. به دشنه احتیاطاً پاره کردم 5 تایر را، برای کندن سقفش توسل بر تبر کردم. 2 گلگیر جلو کندم، 2 گلگیر عقب کندم، سپس فکری برای کندن هر دو سپر کردم. ز ترس بمب گازی کاربوراتور رشت در آوردم، ز بیم بمب مایع رادیاتور را دمر کردم. تشک ها را جراندم، صندلی ها را زدم چکش، نه ارفاقی به تودوزی نه رحمی بر فنر کردم. به جعبه دنده اش با پتک چندین ضربه کوبیدم، بدین سان احتمال هر خطر را مختصر کردم. به سطل آشغال انداختم شمع و پلاتین را، خودم را شرمسار شهردار و رفتگر کردم. جدا از پایه کردم ترمز و گاز و کلاچش را، جدا از دست آن فرمان چون قرص قمر کردم. من امروز چند بار این رو خوندم که مسلط بشم، ولی هر بار که میخونمش یاد این یادم فلکسه میفتم. جدا از پایه کردم ترمز و گاز و کلاچش را، جدا از دست آن فرمان چون قرص قمر کردم. زمو کم کاریان گه باک بنزینش در آوردم، و از آن ساعت به بیباکی خودم را مفتخر کردم. درش را کندم و چرخش در آوردم، به خون دل فلکس نازنین را مرغکی بی بال و پر کردم. اگر ماشین مشتی مندلی را دیده باشد کس، منش از مال مشتی مندلی هم لختر کردم. به لوله اگزوزش چوبی فرو کردم در آوردم، به صد شرمندگی این کار را با چشم تر کردم. فایده نداره، من اگه 10 بار دیگه این رو بخونم به اینجاش که میرسم دوتا ضبط هم خراب شده، همینجوری باید بخونمش، با دند 1 میخونمش. بلول اگزوزش چوبی فرو کردم در آوردم، به صد شرمندگی این کار را با چشم تر کردم. به مرگ رخش حال رستم دستان که می دانی چنان بودم، چو بر اوراقی رخشم نظر کردم. زن و فرزند خود دیدم که خوشحالند زین بابت، که من از جان بی مقدار خود رفع خطر کردم. به من هر ره گذر خندید همچون آب عاقل، و من هم به من هر ره گذر خندید
همچون عاقل و من هم همین طور احمقانه خنده بر هر ره گذر کردم. اینجا ابلهان است، همین طور ابلهان، فرق نمی کنه. خنده خنده هستی که حیوان حیوانه. ده من هر ره گذر خندید همچون عاقل و من هم همینطور ابلهانه خنده بر هر ره گذر کردم. نمیدانست آن عابر که میخندید بر کارم که من یک بار دیگر بمب دشمن بی اثر کردم. نمیدانست عابر شعر را بمب است پاسخگو، وگر من زنده هستم تا کنون کلی هنر کردم. نمیدانست عابر من به امید دموکراسی فتادم گیر استبداد و از مایه ضرر کردم. نمیدانست همسایه که من در راه آزادی خودم را روبرو با شاخ گاو و فهم خر کردم. ندانستند این ماشین پرستان اروپایی که من با خیشتن کاری ز ماشینم بتر کردم. ندانستند من اهل کجایم، چیست مقصودم، به دنبال چه بودستم که خود را در به در کردم. ندانستند من مغبون خواب‌آلوده هستم که شب را با امید صبح آزادی سحر کردم. ندانستند و من هم هیچ توضیحی نمی دادم ز دردی که به دل دارم، ز خاکی که به سر کردم. چو بگذشت عابر و همسایه در را بست، من ماندم غروبی بود غمگین چون نظر بر دور و بر کردم. پس از آن خنده های زورکی بی اختیار اکنون ز غربت گریه سر دادم، ز حسرت نال سر کردم. پیاده راه را تا اولین میخانه پیموندم، گرفتم جامی و در گوشه دنجی مهر کردم. به تنهایی نشستم، قصه خوردم، باده نوشیدم و از این جرعه به آن جرعه سفر کردم، سفر کردم. یکی دوتا عکس جالب براتون دارم. این عکس تاریخی از مجلس ختم یک آقای محترمی در جمهوری اسلامی که ملازم می‌فرمایین که هر کدوم از شرکت کنندگان در اون مجلس هم که حالا سهمیه آبشون هم جلوشون که وقتی بیدار شدن یه قلوب بخورن، حتی سهمیه آب اون مرحوم رو هم خلاصه براش در نظر گرفتن که وقتی اگه اینا اخوا بیدار شدن ممکن اونم زنده بشه یه قلوب آب بخوره. اسراف باید در جمهوری اسلامی به هر شکلی رعایت بشه، به مرده هم، به عکس مرده هم. به هر حال چه قابی و چه شکوفه هایی و به هر حال شأن اون زنده یاد خلداشیان رو حفظ کردن و امیدواریم که در اون دنیا غرق پپسی کولا باشه روحش. وقتی که دلت با خدا هست، وقتی که نماز میخونی، همه دنیا رو میدی برای اینکه دو کلام با خدا یا خودت با خلوص نیت راز و نیاز کنی. ولی خوب باید موضوع کفشتن باشی. این هم درجه خلوص
نیت آقای احمدی نژاد در حال نماز خوندن، در حال راز و نیاز با خدای بزرگ. قل اعوذ برب الکفش، خلق الکفش. ببخشید نباید اینا رو من همینجوری بگم، اینجا باید از روی نوشته ها بخونم، که با حال میخوام بگم که ایشون هم حق داره، برای که در جایی داره نماز میخونه که لابد قبل از این یک نمازگزار دیگه ای کفش ایشونو برده و همین دیگه، نمازگزار به نمازگزار میزنه، ایشون گمانم که نمازگزار آخری باشه، عبادتش قبول باشه، یا به قول عبید ساکانی یارو با کفش نماز میخون. یکی گوه آقا با کفش نماز نباشد، گفت ولی کفش باشد. و اون آدمی بود که یه جفت کفش از مال دنیا بیشتر نداشت، نه آدمی که فقط معاونش به خاطر میلیون ها اختلاس تحت تعقیب اون یکی، به خاطر میلیون ها اختلاس فراری، و اون یکی به خاطر میلیون ها اختلاس تو صندوقخونه آقا قایمه. فرق میکنه اون بابا وزش با این عبادت ایشون قبول باشه. اینم یه دونه از یه تابلوه یه مالی امامزاده جا یه در خویه، آره، به اطلاع ساهران محترم میرساند. پوست، روده، کل پاچه، احش، پوست، روده، کل پاچه احشام قربانی متعلق به زیارتگاه می باشد. امامزاده خودش با میشه نصف شب نزن کل پاچه میخوره. متعلق به زیارتگاه می باشد که عواید حاصله از آن صرف عمران و آبادی و توسعه امکانات رفاهی زائرین می گردد. منظورش این که عواید حاصله از اینها، فکر نکنین که مثلا میره تو حساب بانک سوئیس فلان آیت الله، یا زن و بچهش میرن از هرودز در پاریس لندن. هنوز من بدبخت نمیدونم هر روز در لندنه. ببین ما چقدر اینجا مستضعفیم، بلکه این پول این پوست و روده و کله پاچه عواید حاصل از آن صرف عمران آبادی و توسعه امکانات رفاهی زائرین محترم میگردد. خواهشمندم همکاری لازم را مبذول بدارید. منظورش که خواهشمندم کل پاچه و پوست و روده را بر ندارید و با خود نبرید. ظاهرا گوسفند قربانی رو کل پاچهش و پوست و رودهش رو معمولا همون سلاخ و قصابه و اینا بر میدارن به عنوان تکسش، مالیاتش، یا بر سابقه نداشته گوسفند قربانی یا خود صاحب نظر، اون کسی که نظر میکرد. من اونم آقا کله پاچه شما خود اونا چیگر دلقبرش هم بده به این باجن آقا همینا و اینا، ولی اینجا اینا همه برای صرف عمران اداره اوقاف شهرستان خود هیئت امنای نمیدونم زیارتگاه حضرت ابوالفضل خیلی سخت خونده میشد علیه السلام هم داره. حالا فردا اگر یک زائری بیاد بگه آقا شما پس این عمران و آبادی و توسعه و امکانات رفاهی که اینجا هستش قرار بود باشه، ما چرا نمیبینیم؟ مگر شما درآمد پوست و روده و کله پاچه رو صرف چی کردی؟ پسه چی شده پس چی کو پس این؟ خب جواب بهش میدن که خب ما همه اون دوئل و روده و پوست و کله پاچه اینا رو صرف آبادی عمران کردیم، ولی اینجا اگه شما چیز نمیبینی اینا مال اینه که ابوچه دنبلانش اینجا رو درست کردیم. باز بود میتونست یه چیز باز دیگه که خلاصه بود دنبلانش رو
سهم این توسعه‌ای که شما میخوان شده باشه. حالا اونم ولش کن دیگه، قطع کن آقا، اتاق فرمان ببن. الو give to your mom give to your mom زهر ما رهان بده به ننه. سلام علیکم، ما زور نمیتونم بیام. نخیر انگیجم اویلیبل نیستم. نخیر دیزه رو بذار برای افطار. آره نهار همون قرن سطحی رو برمیست. میرفت فوکار نگاه بله یک چیزی به پرونده تا به همینجوری که این بار اعدام میپرد تو نمیفهمیدی خوهرت فعالیت حقوق بشر میکنه سخنش؟ نه به خدا جا، اگه میدونستم نمیذاشتم. آفرین، اینا رو بگو، یک چیزی بگو که به نفعه. به خدا اصلا من اگه میدونستم جلوشو میگرفتم. آفرین، میگفتم خواهر نکن، خودتو با این روحانیت طرف نکن، خودتو با شاخ گاب در نیفتا. از فرصت سوء استفاده کنم برای تبلیغ نمایشمون بار دیگر در لندن، دو شب با دو بلیط. کمدی دادگاه خواهر شیرین عبادی. پروانه سلطانی بسیار قشنگ بازی میکنه نقش خواهر شیرین عبادی رو در این نمایشی که بر اساس یکی از گفته‌های خانم شیرین عبادی است که خواهرش رو گفته بود که اعلامیه داده بود که در ایران محاکمه کردن به جرم اینکه تو خواهر شیرین عبادی هستی، و این خودش سازنده یک نمایش کمدی هستش که شنبه آینده همین 16 ماه می و یک شنبه البته 17 ماه می میاریم رو صحنه. یه تئاتر کوچیکیه که زودم پر میشه، دو شب اگه خواستین زودتر اقدام کنید. حالا برای اینکه ما این تبلیغمون همچین خشک و خالی نباشه، تیکایی از اون نمایشمون رو اینجا تقدیم حضورتون میکنیم. زهر ما میشه قابع عکسیه که عکس مقام معظم رهبری توشید. شما میگید قابع عکس تو انباری بود؟ آدم که عکس مقام معظم رهبری رو نمیذاره تو قابع عکس، میذاره تو انباری؟ چرا نوشتی تو مهمان خانه تا؟ برای اینکه عکس مقام معظم رهبری توش نبود. چرا عکس مقام معظم رهبری نزدی؟ برای اینکه عکس مقام معظم رهبری که ما داریم کوچیکه، این خوابش بزرگیه. نه راست شد، عکس شاهی تو بوده. ها با منزه نبود. ها این هم یه دیگه تو به ما فقط زود بگو پرچم جمهوری اسلامی ره دوی نگاه اول از کجا بفهمیم این پرچم پرچم جمهوری اسلامی؟ از چوبش؟ این پرچم کجا؟ پرچم ایران. ایران؟ نه، پرچم جمهوری اسلامی. از وسطش کسانی که میخوان تشریف بیارن لطفاً به همین شماره تلفن کمال آقای ما 07931 207 078، یه جور دیگه میشه خوندش، ولی حالا تلفن بفرمایید. تا هفته آینده با همه غمهایی که دارید و داریم براتون روزها و شبهای تا حد امکان خوشی آرزو میکنم. متشکرم.